امیدوارم که خوب باشید. سینا سایی موزیک ویدیوی جدیدی داده به اسم تهران. پرودوسرش پدرام آزاد بوده، کارگردان هم احمد پارسا. برو بریم که با هم ریاکشن ویدیوشو داشته باشیم. خشنه جمع راجع بشه که شوخی کرده انقدر باباش زدم تو صورتش زیر مشتام چون داد جنازش هم بله کردم جلو جمع آتیش زدم تا کسی دیگه جرات نکنه این غلط رو بکنه. صدا که صدا خود سایی بود، حالا قدرت اکتی که تو صداش داره قشنگ رسوندین و اینقدر زدمش دیگه کسی این غلط ها نکنه بینوز. ولی نمیدونم مال برای همین این تیز کردن دیالوگی فیلمیه یا اینکه مال، چون به نظر میاد چون تئاتر اینا زیاد بازی میکنه، حالا یه قسمت از به هر حال تئاترای خودشو بازی خودش باشه، اما در کل بنوز یه موقعی لازمه که بچاخ شی بکشی چند تا کفتار سیخ چشما چهار تا بشه هنگ کنن همه افسار نندازی روی عکس العملت گرگه درندم تشنسل بسی اخرا و چاخش این گرگه رو سیخ بزنی افسار نندازی روی عکس العملت. آروم نکنی خودتو بیا آروم، اوکی بری بزنی بسوزونیش تو جمع افسار نندازی روی عکس العملت گرگه درندم تشنسل لنتی زول نسن تو چشم ملکی حالا هوای این تهران همینه نگاه نکن که شاعرم و شعرم قویه میفرستم شعرام قویه فکر نکن روحیه شاعرانه دارم آرومم اینا هوای تهران رو ببین میطلبه اینجوری حواست باشه ببین حواست باشه ببین چجوری میام تهران همینه نگاه نکن که شاعرم و شعرم قویه میفرستم تسلا نجات حض به فیزیکی منباب مزاد اینجا بوی مرگ میده اختار به چشات تو نهایتا کشیدی تو تستا بگیر اینجا بوی مرگ میده اختار به چشات میفرستم دیو اسلا نجات ها از اون موقع که موضوع میرم بالا میفرستمت اصلاح نجات یه جوریه اینجا بوی مرگ میده اختار به چشات تو نهایتا کشیدی تو تستا بگیر کالو هوای تهران تو تسلات کشیدی یه کام گفت دار به چشات تو نهایتا کشیدی تو تستا بگیر کالو هوای تهران جا رو نمیفهمم دلیوری یه جوری که اصلا خورده میشه من اصلا نمیفهمم تو تسلات بکشی چی؟ میده اختار به چشات تو نهایتا کشیدی تو تستا بگیر کالو هوای تهران آلو هوای تهران من هنوز زندم لنتی حالو هوای تهران حالو هوای تهران من هنوز زندم لنتی به بکسم می هوای تهران داره میگه هوای حالا هوای تهران حالا هوای تهران من هنوز زندم لنتی. ولی واقعا توی تهران رشد کردن و به یه جایی رسیدن مخصوصا از نقاط پایین واقعا یه غولی ازت میسازه، یه غول عجیب. تهران حالو هوای تهران من هنوز زندم لنتی ها به بکسم میام که سر بالا باشن عباسا جمع نخوریم از گفقا با پاتک لب تیغ را میرم مثل بند باز و پایم و دندون میجنگم این دست آماده چشای که بال صد رو دیده شک سرد خون پایین شر سر بریده پک آفتا. ببین یه کوچولو نسبت به فضای آهنگ و این دارک بودنه یکم راجب استعاره ها و مثال هایی که داره استفاده میکنه یکم خیلی نرمن، بعضی هم مثالا یکم اون سفتیه رو نداره، اون وحشی بودنه رو نداره. میدونی چی میگه؟ بال صد رو دیده شک سرد خون پایین شر سر بریده پک آفتا میتابونده سمفونی مرگ خون کپ زمین تو گچ بریه سر دشمنای من اهل اینجوری وحشی خونه. ولی مثلا قبلش گفت آفتاب میتابه رو سمفونی مرگ، ولی یه حالتی شاعرانه داره این وضعیت کثافت رو خیلی شاعرانه داره میگه، بعدش میگه خونه رو زمین پاچیده تو گچبوری سخت. به نظر مثلا اینجا گچبوری کلمه اضافیه، پاچیده رو سخت ولی گچبوری چرا نمیدونم قافیهش رو قبلش گفت یا نه دقت نکردم. ولی البته نه سمفونی نه بنازم سمفونی مرگ گچبوری سخت پوپو خوب شد اینجا رو دقت کردم. سینا بی دلیل معمولا این کارا نمیکنه. داری قافیه رو سمفونی مرگ
گچوری سقف بابا مولتی رایمو یه مرگ خون کپ زمین تو گچبوری سر دشمنای من اهل حرف نیستم عملیاتی هم درد سر بیشتر یه امیدم با زنگ قبل دیسپک لغزه پس بزن به چرخ زنجیر چرخ تلخی تو بکار نوع دیدشو ببین تفاوت نگاه سینوسایی و قلم و هنرش معمولا آقا همه میگن دادش انگه حرف نباش بابا بزن این نمیاد بگه شما اینجوری این لب و دهن این فلان داره اینجوری میگه شما در حد بدخواه من بودن نیستین بدخواهای من اینجوری هن که حرف و عملشون یکیه عمل میکنن با سنگ قبر دیسپک میدن خب اینا بدخواه من هن من هنوز زنده هم لعنتی ها ببین من چقدر خفنم این مدل گفتن اینو چه بال گفت با سنگ قبل دیسپک لغزه پس بزن به چرخ زنجیر چرخ تلخی تو به کار غیر غیر میاد تو رو میزنم با فلفل زیاد آب پزه دی کنم با پوره صبحی تلخی کار تو رو غیر غیر میاد سنجیر قرر غیر غیر چی دیسپک لغزه پس بزن به چرخ زنجیر چرخ تلخی تو به کار غیر غیر میاد تو رو میزنم با فلفل زیاد آب پزه دی کنم با پوره صبح میزنم تو او تلخی تو به کار غرغره این ملوی اون قدم هم تلخ حالا نیستی میتونیم تو رو غرغره کنیم با فلفل زیادم میزنم اوکی زنم با فلفل زیاد آب پزه دی کنم با پوره صبح میزنم تو که تخم مرغ پوست تو میکنم حالا هوای تهران غیر غیر میاد تو رو میزنم با فلفل زیاد آب پزه دی کنم با پوره صبح میزنم تو که تخم مرغ پوست تو میکنم چرا همه آرتیست هایی که یه زمان خیلی گنگستر و پارتی خون و اینا بودن بعد تغییر رویه میدن و راجع به انگیزه و اینا میخونن بعد از این لفظ ها اینقدر استفاده میکنن یاد سامو ویلسون افتادم که توی کلی از ورساش سیخ و گوجه و سیخ کباب و تخمه توی ظرف و اینا حالا تخم و مرغی پوست وسط یه همچین آهنگی ببین کلمه هم بعد وایبر رو برسونه دیگه خود وقتی عصبی من خفن فلان به ما اینا هوا به یارو نمیگه او تخم و مرغ پوستتون هنگی تخم و مرغ تخم و مرغ یا هم پوسته تو میکنم نمیگی تخم و مرغ میدونی چی میگم همین یکم لیمش میکنه تو که تخم و مرغی پوسته تو میکنم انظرم لاینی بود که نباید اینجا میبود ولی در هر صورت از بدخوشم داره واسه سوخته ورزشش استفاده میکنه میخواد بعدش بره بوده و بدن سازی پزه دی کنم با پوره صبح میزنم تو که تخم مرغی پوسته تو میکنم حالو هوای تهران حالو هوای تهران من هنوز زندم لعنتی حالو هوای تهران حالو هوای تهران من هنوز زندم لعنتی تو یه چیز میچرخه این گفتگو عدد لبسام هم انداز قدرشونم منم بد وحشیم ولی پشت صورتم املت دو کنم با گوجه رو سر بدنت رو گوجه رو گفت چی سندروم گوجه چیه میفته توه املت گوجه رفت به سمت لیم شدن یکم شیم ولی پشت صورتم املت دو کنم با گوجه رو سر بدنت رو تخت مردشو برم جنگای بعضی یا جنگه رو برم ایش براز اینجا نوش براز اینجا واسه کبوتر را دون به پاش نینجا هک او بیشتره نفس گیرتره ورس سه تا همینجا اومد نمیونه آهنگ قبل این ورس تمام میشد خیلی بهتر بود خم نشه اگه کمر میشگنه کدوم مافیا میگه من مافیام تو سکوت خبری یا میشه صد بار قیام اینو درست گفت اینو درست گفت بهترین جای ورس سهش بود تو سکوت خبری ها میشه صد بار قیام بعد جلو مجموعه ورزشی آزادی ماشین هم اینجوری داره میگازه و اوکی هوای تهران آلو هوای تهران من هنو زندم لنتی آلو هوای تهران آلو هوای تهران اینجا برای این یتکه پوست گذاشته بود چون تیزر آهنگ تهران این بود و میگفت بعضی وقتا اینجوریه که با اینکه استرس داری و اینا بعد اون خون سردیه رو تو خودت حفظ کنی و انگار که من یه برم هم نیست و اینا تو بعضی شرط همینجوری بود که در حالی که ماشین داره دورم اینجوری دریفت میکشه و اینها و احتمالش از هر دقیقه بر حال اتفاق پیش بیفته من خیلی خون سرد کارم این بود که بعد تو دوربین نگاه کنم واقعا کار سختی ولی خب یه حالت استعاریه دیگه تو خیلی شرایط تو بعد این روحیه و این عمل کرده داشته باشی دیگه من هر زندم لنتی حالو هوای تهران حالو هوای تهران من هر زندم لنتی حالو هوای تهران حالو هوای تهران من هر زندم لنتی ها چرسای
اوکی. خب با هم شنیدیم تهرانو و دیدیم موزیک ویدیوشو. موزیک ویدیو خیلی موزیک ویدیو باحالی بود، آهنگ کانسپتش باحال بود و از لحاظ قافیه و این داستانه که نمیشه از سایه ایراد گرفت، بس این بازیه، اجرا و این داستانه بس. اما راجع به موضوع و انتخاب کردن بعضی از بارها و دیدی که حالا به بعضی از داستانه داشت، مثل همون تخم و مرغه و اینها، سایی فکر میکنم یکی از دلیلهایی که همچین موزیک رو خواسته ببنده بعد از مدتهایی که خیلی خشن کار نمیکرد و اینها، این بوده که نشون بده منم این کارها میتونم بکنم، اما خب یه کانسپتی بهش میدم، کانسپت هم حالا اینجوریه. ولی فکر میکنم موفق عمل نکنه این داستان. چرا؟ چون تخم و مرغه و گوجه و املت و فلان و بهمان و اینا، این لیمه یکم تو بخوای تو اون، یعنی ببری مقایسه کردن بازی تو این داستان که مثلا اون اتفاق واقعی که داره، املتت میکنم من مثلا، قولم میدونی پوستتو میکنم، تخم مرغ صبح کنار مثلا اون میخورم و اینا، و فکر میکنم توی مخاطب عام رپ فارسی اون تأثیری که شاید میخواست رو نذاره. اما خب لحاظ قافیه و اینا خیلی تمیز بود، خیلی بال بود. یه جا هم که دلیوری شما نفهمیدم تایورسی اصلا نفهمیدم چی شد، کورس کارم در کل کورس باحالی بود، ولی فکر میکنم میتونست یک تجدید نظری روی شعرش بشه، اصلا نوع دیده عوض بشه، چون شدت خوشونتی که اومدیم و اون با اون وایسی که شروع شد یارو رو ترکوندم فلان، بعد یارو رسید به این که داره پوست تخم مرغ میکنه دیگه، اصلا بعد املت کرد، گوجه کرد، این نمیدونم. من ترک های قبلی که حالا تو این چند وقت سایدش داره خوش پخش میکنه رو بیشتر دوست داشتم، مخصوصا پاورجا بود فکر کنم، انرژی بده لطفا، چقدر خوب بود اگه اسمشو درست بگم، اونو خیلی دوست داشتم. ولی این جزء معدود ترک های سیناساییه که من دیگر پلی نخواهم کرد، خوام برم دوباره گوش کنم اینا، همین در حد این که یه بار گوش بدیم و اینا. نمیدونم سایی با این همه قدرتی که تو قلم و اینا داره، تو انتخاب کانسپت بعضی از بارا و اینا، نمیدونم حالا بعد خودش حرف بزنه ببینیم اصلا ته ذهنش چی بوده، من ته ذهنشو دارم نمیگیرم و موقعیتی رو متصور نمیشم که بخوام اون موقعیت من از این لفظها و حرفها بخوام استفاده بکنم، اونم تو این کانسپت خشمه و اینجوری که من هنوز زندم، میدونی، و اصلا اینو به من نمیرسون، فقط صرفا داشت میگفت من هنوز زندم، وایبشو بهم نمیداد، مخصوصا تو خیلی از کلمه ها. خلاصه این از این، نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید، امیدوارم لذت برده بوده باشید، تا ویدیو بعدی، سی یو سون.